مسائل پیش آمده در حدیث داره که در اصول کافی اینه که بنی الاسلام علی خمسن علی الصلات و زکات و الحج و صوم و ولایت. بعد ولایت رو در ردیف صلات و زکات و صوم و حج و ولایت شمردن حضرت و فهمدن که همینجور که صادق صلات و زکات و اینا رو پیامبر باید مشخص میکرده، ولایت رو هم پیامبر اسلام مصداقش رو باید مشخص میکردن. مثلا در مورد آیه انما ولیکم الله سلعه و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات. بعد با این حساب یعنی ولایت که حالا شامل ولایت خدا و رسول و امامان میشه، اینه در ردیف واجبات و فروع دین شمردن. اگر نه نه شمرده، شما از پیش خود شمردی اون چیزهایی که در اسلام مهمه، چیزهایی که در اسلام مهمه، نماز مهمه و کسی که نماز نمیخواند بیدینه، کسی که تارک نماز بیدینه، و همچنین کسی که بله ائمه علیهم الصلاة و السلام را نمیشناسد بیدینه. بله، لذا اون چیزهایی که مهمه، چی از فروعات باشد چی از اصول دین باشد، در این حدیث شریف اونها را ذکر کرده. نگفته که نماز ما بله نگفته که حالا گوش کنید دیگه، نگفته که نماز بله امامت بله امامت از فروعاته، این را نگفته که امامت را جزء فروعات قرار داده. چیزهایی که مهمه در اسلام چی از فروعات باشه چی از اصول دین باشه اونها را ذکر کرده، و بعد از جمله اونها نماز هست، از جمله اونها امامت هست، و بعدم اونجام که فرموده و ما نودیه بشیء مثل ما نودیه بالولایه، و گفته از همه چیز مهمتر ولایته، از همه چیز امامت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. اون چی اون را شما از پیش خود درست کردی که میگویی که امامت را مثل از فروعات قرار داده، مثل فروعات قرار داده. اون آدم از پیش خود یک چیز بله به حدیث اضافه بکند، بله اشکال بر اون وارد باشد، او را باید خود شما که اضافه کردی اون را خودت باید جواب بدی. آن چیزی که در حدیث شریف آمده اینه اش چیزهایی که مهمه در اسلام که بدون آن آدم بیدین می شود. بله چی از فروع باشد چی از اصول باشد فرقی نمی کنه. نماز از فروعاته، اما کسی که منکر نماز بشه اصلا کافره، اصلا کافره. کسی که تارک نماز مثل کافره، در عمل کافره، فاسق فاسقه که مثل کافر، کسی که نماز نمی خواند. متوجه هستین؟ بله. اما خب خود حدیثم که گفته که از همه اینها مهمتر ولایت امامت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، همانطوری که نماز منکر آن کافره و تارک آن فاسق بیدین لا مذهب است، امامت از اون بالاتر، منکر آن کافر، و بله اون کسی که پیروی از اهل بیت علیهم الصلاة بگه من قبول دارم منکر نیست با پیروی نمیکنم، اونم فاسق در دین. خب از این جهت خیلی تشابه بین نماز و بین اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و بین ولایت اهل بیت علیهم السلام. حدیث کاملا درسته، حدیث اسلام را تقسیم نکرده که اصول هست و فروع است و ولایت از فروع دینه. این را که حدیث شریف نگفته، این چیزایی که خود شما اضافه کردی. سلام علیکم، بفرمایید.